سلام، امروز میخوام ریشه ضرب‌المثل دینی گندم خورد و از بهش رفت یا رانده شد رو براتون تعریف کنم. خواهشاً کانالم رو سابسکرایب، حمایت و به دیگران معرفی کنید، چرا که کانال خداست در واقع، نه من. بریم سراغ داستانمون. آوردن که چون خلقت آدم ابوالبشر از طرف حضرت رب الارواح به انجام رسید و همچنین همسرش حوا نیز زیور هستی یافت، در روزه رضوان به زندگانی مرفه و فارغ البال پرداختند. در سوره بقره آیه 34 اومده که خدای متعال آن دو را با استفاده از کلیه نعمت‌ها و فواکه بهشتی مجاز فرمود، مگر میوه یک درخت که همان گندم باشد. بر اساس آیه 120 سوره طه، ابلیس که به علت تمرد از فرمان الهی و سجده نکردن به آدم ابوالبشر از دخول بهش محروم شده بود، در مقام انتقام برآمد و با حیله و نیرنگ در کتب تاریخی و مذهبی شرح داده شده به بهش درآمد و در لباس ناصحی مشفق چندان وسوسه کرد که آدم و حوا به خوردن گندم راغب شدند و از آن خوردند، یعنی از گندم بهشت خوردند و عورت‌هایشان نمودار شد. به ناچار از برگ‌های بهشتی خود را پوشانیدند و ستر عورت کردند. آری، اسیان و نافرمانی آدم از پروردگارش موجب زیان و ضرر گردیده است. خدای تعالی ایشان را از نعمت بهش محروم ساخت و ندا داد که آیا شما را از این جهت نهی نکردم و نگفتم که شیطان شما را دشمنی آشکار است؟ در این هنگام آدم و حوا از کرده خود پشیمان شدند و زبان به توبه گشودند. خدای تعالی توبه آنها را قبول کرد و آن دو را آمرزید. آدم و حوا از پذیرش توبه امیدوار گشتند که حتما در بهشت میمانند و از نعمتهایش کامیاب خواهند شد، ولی فرمان الهی بر اساس سوره طه آیه 122 بر خروج آنها از بهشت و نزول به زمین صادر گردید و به ایشان خبر داد که این دشمنی میان آدم و شیطان همچنان ادامه خواهد داشت، ولی باید از وسواس شیطان برحذر باشند و هدایت الهی را هیچگاه از نظر دور ندارند تا رستگار شوند. پس درخت طوبا شاخه‌های خود را به هم آورده، آدم و حوا را برگرفت و از بهش بیرون انداخت. آدم به کوه سرندیب در هندوستان فرود آمد و 100 سال در آنجا گریست تا توبه او قبول شد. روایت است که آدم ابوالبشر پس از خروج از بهش به طواف بیت المعمور که موضع آن همین خانه کعبه فعلی است معمور گردید و به انجام مناسک حج پرداخت. آنگاه به اشارات رب العالمین به کوه عرفات شتافت و در طرف حوا به تجسس پرداخت. اتفاقا حوا نیز از جده به آن حدود آمده بود. هر دو در زیر آن کوه یکدیگر را دیدند ولی نشناختند. جبرئیل امین سبب معرفت و آشنایی آنها شد و بدین جهت آن کوه را کوه اسفات و آن شهر را به مناسبت نزول و مدفن حوا که جده آدمیان است شهر جده گویند. آدم و حوا سپس به جانب سرندیب عزیمت کردند و به زندگانی زناشویی و بقای نسل پرداختند. هر بار که حوا حامله می شد یک پسر و یک دختر می زایید که آدم به موجب وحی آسمان دختر بطنی را با پسر بطن دیگر در سلک ازدواج می کشید و این امر موجب تکثیر نسل و تشکیل جوامع بشری گردید. در خاتمه برای مزید اطلاع شنونده محترم لازم است این نکته را متذکر بشم که به گفته فقیه دانشمند شادروان سید محمود طالق، این بهشت که آدم در آغاز در آن میزیست نباید بهشت موعود باشد، چون کسی که اهل این بهشت گردید از آن بیرون نمی رود و محیط وسوسه شیطان نمی باشد. به این جهت عرفای اسلامی برای بهشت نخستین و هبوط آن توجیهاتی نموده و تعبیلاتی پرداختند، چنان که در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود این بهشت از باغ‌های زمین بوده و آفتاب و ماه بر آن میتافته. اگر بهشت خلد بود هیچگاه از آن بیرون نمی‌رفت و ابلیس داخل آن نمی‌شد، تا آنجا که بعضی از مفسرین برای تعیین و سرزمین آن بهشت بحث نمودند. به قول لسان الغیب حافظ شیرازی، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. کسی که صرفاً به مساله شخصی پایبند باشد و پس از نیل به مقصود از دوستان و آشنایان خواسته آنهایی که وی را در اجابت مسئول یاری کردن یاد نکند و بر اسب مراد آنچنان بتازد که حتی واپس ننگرد، در چنین مواردی به ضرب المثل بالا استناد کرده از باب طنز و کنایه میگویند فلانی گندم خورد و از بهش بیرون رفت. پیداست که فرجام کار این دست مردم غافل که
وسواس شیطانی آنها را از مراتب حقشناسی و سپاسگزاری باز می‌دارد، همان خواهد بود که دامنگیر قهرمان اصلی این داستان، یعنی جد بزرگوار ما آدم ابوالبشر شده است. خب اینم ریشه داستانی ضرب المثل معروف مذهبی گندم خورد و از بهش رانده شد یا رفت. امیدوارم خوشتون اومده باشه و منو در کانالم همراهی کنید. هر هفته از این پادکست‌های کوتاه دینی، اونم به دو زبان فارسی و انگلیسی میذارم. هر شنبه و چهارشنبه هم تلاوت آیات قرآن کریم و دعاهای دینی رو با صدای خودم میذارم. خواهشان از کانالم که در حقیقت متعلق به خداست حمایت کنید. تا هفته بعد و داستان دیگر، حق نگهدارتون.